مسعود جعفری جوزانی تهیه کننده فیلم نام نویس و کارگردان نام‌آشنای سینمای ایران در مراسم بزرگداشت از او که اخیراً در تالار فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی تهران برگزار شد به شدت از وضعیت حاکم بر سینمای ایران انتقاد کرد. همکارم شپول عباسی در گزارش خود جزئیات بیشتری را شرح می‌دهد. مسعود جعفری جوزانی تهیه کننده و کارگردان به نام سینمای ایران در مراسم بزرگداشتش در تهران با دلی پر آمده بود و به شدت از وضعیت حاکم بر سینمای ایران انتقاد کرد. از ادبیات دارین حذف میکنین، از سینما دارین حذف میکنین. این سینما معلومه بهرام بیضایی نمیخواد باید بالاش بره اون بر دنیا. بعد اینکه اگه هم بسازه نمیذارین فیلمش اکران بشه که. دوز گذاشتین، راهزن سر گردنه تو پخشتون گذاشتین. همه مملکت سینما رو دادین دست دو نفر آدم دوستاتون. این سینما بله اگر برای ما آب نداره، اهل سینما برای دیگه دوستان شما نون داره. مراسم بزرگداشت مسعود جوزانی با سخنان تند او خطاب به دستاندرکاران حکومتی سینمای ایران به همت مجله بخارا به سردبیری و اجرای علی دهباشی و با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی و همچنین با حضور جمعی از کارگردانان سینما و شخصیت‌های برجسته فرهنگی ایران برگزار شده بود. اما علی‌رغم گذشت چند روز از این مراسم، بخشی از سخنان جعفری جوزانی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که بی‌باک از شرایط سینمای ایران گفته بود. مسعود جوزانی در این مراسم علاوه بر وضعیت سینما، تأسف خود از شرایط ناگوار اجتماعی و خفقان حاکم بر زندگی مردم و کارگران را پنهان نکرد. چرا همیشه صاحب سرمایه اگرم از شعور خودش به دست آورده بود عیبی نداشت؟ راندخارا، دوستها، سرگردن گیرها توی این مملکت آخر میخوام پیروز بشن. این آرزو رو به گور میبریم. مسعود جعفری جوزانی در پایان سخنانش غم عدم نمایش فیلم‌های توقیف شده را نیز در دلش پنهان نکرد و از برخی فیلمسازانی که فیلم‌هایشان توقیف است یاد کرد. ولی چونه کیانو شعیری رو نگیرید، چونه خسرو محسنی رو نگیرید، چونه این هم همتار اسمای فیلم ها رو بیرن دونه دونه معذرت بخواه اگه بعضی فیلم ها اینا رو نذارین اونجا. برای اینکه شما یاد گرفتین، گفتین که خب حالا ما جلوشو نمیگیریم، فیلمشون نمایش نمیدن. بیا کی نمایش نمیده؟ صاحب سالن، سالن از کجا برده؟ ارث باباش بوده؟ نه، یا پول شهرداری بوده یا پول شما ساختین دادین دست رفیقتون. حالا میگید آقا ما که سانسور نداریم، بفرما فیلمتو برو اکران کن. خب اینا اکران نمیکنن. مسعود جعفری جوزانی دانش آموخته رشته فیلمسازی از دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو در آمریکاست. سریال پوریای ولی و فیلم سینمایی کورش کبیر که قرار بود با همکاری آلپاچینو در ایران ساخته شود از پروژه‌های جدید مسعود جوزانی اند که دستاندرکاران سینمایی در ایران به دلایل نامعلوم مانع از ساختن‌ها شدند. شپول عباسی، صدای آمریکا.